آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه کالباس مرغ خانگی هستش. کالباس از جمله مواد غذایی که طرفداران بسیار زیادی داره، اما خیلی از افراد به دلیل اینکه از نحوه تهیه مطمئن نیستن سعی میکنن کمتر سوسیس و کالباس مصرف کنن. اما با تهیه کالباس خانگی سالم با گوشت مرغ میتونید با اطمینان از این ماده غذایی استفاده بکنید. مواد مورد نیاز: 500 گرم گوشت مرغ که شامل سینه و ران مرغ است و بدون استخوان، 3 حبه سیر، 2 قاشق غذاخوری شیر خشک، 1 قاشق غذاخوری آرد ذرت که به جای اینها شما میتونید از آرد گندم یا نشاسته ذرت استفاده بکنید. 1 عدد تخم مرغ، 2 قاشق غذاخوری روغن مایه، پودر فلفل سیاه، قرمز و سفید روی همدیگه 1/2 قاشق چایخوری یا هر کدوم اینا رو که داشتین، فرقی نمی‌کنه. پودر زنجبیل 1/2 قاشق چایخوری، پودر هل 1/2 قاشق چایخوری، پودر جوز هندی 1/2 قاشق چایخوری، دارچین 1/2 قاشق چایخوری، پودر سیر 1/2 قاشق چایخوری، پودر پاپریکا 1/2 قاشق چایخوری و آبیشن، پودر آبیشن 1/2 قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری سرپر. و برای داخل کالباستون میتونید از قارچ اسلایس شده که من اینجا نداشتم و استفاده نکردم، هویج اسلایس شده، پسته و باقالی میتونید استفاده بکنید، هر کدوم که داشتید. 3 بار باید گوشت رو تفت کنید. بعد از اینکه گوشت رو 3 بار چرخ کردیم، غذاساز میاریم و گوشت رو داخل غذاساز میریزیم برای اینکه کامل مواد به خورده همدیگه بره. نیاز به غذاساز داریم. بعد میایم 3 تا دونه سیر رو که داشتیم، 3 حبه سیر رو داخلش خورد میکنیم. حالا اگه سیر نداشتیم میتونیم از پودر سیر هم استفاده بکنیم. بعد از این مرحله یه تخم مرغ داشتیم، سفیده تخم مرغ رو جدا میکنیم، فقط زردش رو داخل مواد ما میریزیم. بعد نمک، روغن مایه، پودر آبشم، پودر سیر و پاپریکا رو میریزیم. بعد از اون دارچین و فلفل سیاه، سبز، قرمز، سپید و قرمز، پودر جوز هندی، تمام ادویه رو میریزیم. در غذا ساز رو میذاریم و با غذا ساز اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. با دور کن اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و بعد به تدریج آرد ذرت و سیرکش رو بهش اضافه میکنیم. تا خوب با هم دیگه مخلوط کنیم.
از غذاساز ما نیاز به سلفون یا کاغذ آلومینیوم یا کاورهای مخصوص که توی لوازم قنادی فروشی ها هستش برای کالباس نیاز داریم. من اینجا از سلفون استفاده میکنم. مواد رو میریزیم داخل سلفون به این شکل. بعد اون موادی که داشتیم، حالا هویج بود، نمیدونم باقالی بود، حالا قارچ اگه داشتیم یا پسته بود، در وسط قرار میدیم. به این شکل، طوری که این موادمون در وسط قرار بگیره. بعد می به تدریج با سلفون رول میکنیم، شیش لا سلفون رو میپیچیم و بعد از اون یک سرش رو نخ میبندیم و محکم میکنیم یا میتونیم گره بزنیم. هوای اضافه ای که داخلش هستش خارج میکنیم و سر دیگرش رو هم گره میزنیم. دو طرفش رو محکم میبندیم و توی قابلمه قرار میدیم. مقداری آب میریزیم طوری که باید آب کامل روی کالباس رو بگیره. روی حرارت قرار میدیم، یک ساعت و نیم باید روی حرارت ملایم باشه. بعد از اینکه یک ساعت و نیم روی حرارت قرار دادیم، حدود 12 تا 24 ساعت داخل یخچال قرار میدیم. بعد از اون میایم برش میزنیم. توی برش زدن نباید عجله کنیم. کالباس خونگی ما آماده شد. امیدوارم شما هم این کالباس خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید.